سلام و وقتتون بخیر. با بررسی وضعیت بازار در خدمتتون هستیم. امروز چهارشنبه 6 نوامبر 2019. وبسایت رو میشناسید، tradepulsecase.com. به زبان فارسی و انگلیسی میتونید هر روز تحلیل‌های مختلفی در مورد جفت ارزها، کالاها، بازارهای سهام اینجا بخونید. تحلیل‌هایی که مسلماً به دردتون میخوره برای معاملاتتون در بازارهای ارز. اما بخوایم امروز رو بررسی کنیم از تقویم اقتصادی. مهمترین خبرها از نیوزلند شروع شد با شاخص میزان بیکاری، که شاخص بیکاری افزایش پیدا کرد و شاخص کار هم کاهش پیدا کرد که در کل میتونیم بگیم یه منفی بود برای اقتصاد نیوزلند. اما خبرهای بعد از اون، امروز روز شاخص مدیران خرید بود، مخصوصا در زمینه خدمات، که از ژاپن شروع شد که منفی بود. بعد بخوایم بریم به سمت اروپا، بازار اروپا که شروع شد، ایتالیا ماه اکتبرش بخش خدمات مثبت بود، اما بخش کامپوزیت، بخش کلیش برابر با پیش بینی ها بود. آلمان خیلی بهتر از پیش بینی ها بود، یعنی اون چیزی که پیش بینی میشد که ضعیف تر باشه، هم بخش خدماتش هم بخش هماهنگیش. فرانسه برابر با پیش بینی ها بود، اما شاخص کلی حوزه یورو هم مثبت بود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات و همینطور شاخص ریتیل سیل، خرده فروشی ماه سپتامبر حوزه یورو مثبت بود. اما این کلیتی بود در مورد ماه، البته سال به سال با نگاه کردن سال به سال در ماه سپتامبر مثبت بود، اما خود ماه سپتامبر برابر با پیش بینی بدون تغییر. اما نکات مهمی که امروز بود، یکی خبرهای البته مدیران خرید کانادا هم امروز داشتیم. بله، ایوری پی ام آی هم یه جور شاخص مدیران خریده که میزان اکتیو بودن مدیران خرید رو میسنجه، که در کانادا بود این مثبت بود. خبرهای امریکا امروز نامتوازن بود. شاخص هزینه کارگر بهتر از پیش بینی ها بود، 36% بهتر از پیش بینی ها بود، اما میزان کارایی نون فارم پروداکتیو، کارایی یا بخش تولیدات بهره‌وری، در واقع میزان بهره‌وری بخش غیر کشاورزی کمتر از پیش بینی ها بود، که خیلی کمتر از پیش بینی ها بود، یه مقدار نگران کننده شد. خبر مهم روز اما در مورد نفت بود، که میزان ذخایر نفتی امریکا برخلاف پیش بینی هایی که میشد بسیار افزایش پیدا کرد، هماهنگ با API که دیشب هم در واقع پترولیوم، سازمان پترولیوم امریکا که گزارش میده اون هم افزایش پیدا کرد، سازمان اطلاعات انرژی هم که گزارش میده اون هم افزایش پیدا کرد، و هر دوتا نشان از افزایش بی سابقه در، البته بی سابقه که عرض میکنم نه که تعدادش زیاد بود، این افزایش که معمولا در این ماه کمتر اتفاق میفته که میزان ذخایر نفتی امریکا انقدر گسترش پیدا کنه. اما امروز بازارهای سهام به هم ریخت، به خاطر اینکه اوبر که مهمترین خبری بود، که امروز مهمترین سهام بود که امروز منتشر میشد، منفی بود، کمتر از پیش بینی ها بود. فردا هم چند تا شرکت دیگه اعلام میشن، اما امروز بازارها یه مقدار هم نسبت به این مسئله که اوبر منفی شد و یه چند تا شرکت دیگه گزارش سه ماه سومشون، و همین که خبر خاصی درباره گزارش درباره توافق تجاری بین امریکا و چین همچنان نیست، یعنی همچنان بازارها منتظرن یه خبر مثبت، صحبت‌های مثبتی شنیده میشه اما به صورت عملی هنوز اتفاقی نیفتاده. اینه که بازارها بعد از اون رالی دیروز، یعنی اون حرکت شدید دیروزشون، امروز یه ترمزی داشتن بازارهای سهام. اما بازارهای سهام فقط در امریکا این مسئله رو نداشتن، بازارهای سهام در آسیا نقطه به هم ریخته بودن. بازارهای سهام آسیا رو بخوام نگاه کنیم، شانگهای منفی بود، اما هند، نیکی 225 و هنگ کنگ بهتر از پیش امروز رشد داشتن، که اینا بازار آسیایی معمولا یه مقدار وقتی بازار اروپایی رشد دارن روز بعدش بازار آسیایی رشد دارن. این رشد بازار آسیایی مربوط به بیشتر تحرکات دیروزه، چون امروز قبل از اینکه اخبار منفی بیاد بازار آسیایی بسته شدن، پس این رشد بازار آسیایی امروز به خاطر تحرکات خبرهای مثبت دیشب بود، که امروز صبح زود به وقت شما در ایران در بازار آسیایی ما دیدیم. اما بازارهای اروپایی امروز مثل بازارهای امریکا بودن، خیلی به هم ریخته بودن، مثبت منفی، و هر چند منفی هم زیاد منفی نبود و مثبت هم زیاد مثبت نبود، یعنی در حد همون میتونیم بگیم نچرال یا خونسا حرکت کردن، یه مقدار بالاتر و یا پایین‌تر بودن. اما در روی چارت اگه بخوایم بررسی کنیم، شاخص دلار بعد از اینکه در نیمه اول روز یه مقدار افت داشت، در نیمه دوم شروع کرد دوباره به بازپسگیری
ریزش‌های روز در واقع قسمت نیمه اول روز و الان در یه وضعیت مثبت داره حرکت میکنه. الان در چارت یک ساعته اگه بخوایم بررسی کنیم دوباره در وضعیت، یعنی در تمام چارت ها الان میتونیم بگیم که دلار در وضعیت مثبت در چارت روزانه وضعیت خنثاست، اما در چارت های 4 ساعته، یک ساعته و 30 دقیقه وضعیت کاملا صعودیه برای شاخص دلار. اما در مورد اتفاقی که تاثیرش گرون بحث طلا بخوام بررسی کنیم، طلا امروز تونست یه مقداری از اون بخش دیروز دیشب هم تو لایو اینستاگرام عرض کردم خدمتتون که تا 1480-1490 ما برگشت خواهیم داشت و بعد از این 1490 هستش که وضعیت مشخص میشه که به چه صورت خواهد شد. الان در واقع چیزی که میتونیم بگیم تو بازار اینه که طلا یه مقدار از وضعیت در عدم خبرهای دقیق در بازار داره سود میبره، یعنی این رشدش به خاطر عدم خبرهای دقیق در بازار، مخصوصا در رابطه با وضعیت گفتگوهای تجاری که هیچ خبر خاصی در بازار نیست و مشخص نیستش که واقعا چه اتفاقی داره میفته در بازار، بیشتر داره از این سود میبره طلا و رشد این و همینطور باعث خبر دیگه که چیز شد، باعث در واقع افت نفت هم باعث شد کمک کنه به رشد طلا. وضعیت نفت امروز بعد از این که بخوام نفت رو بخوام بگیم به این صورته که نفت هم میزان ذخایر نفتی امریکا رشد شدیدی داشت و هم این که کشورهای عضو اوپک اعلام کرد، اوپک و اوپک پلاس اعلام کردن که برنامه خاصی فعلا برای کاهش تولیدات ندارن و اینها باعث شد که نفت کاملا وضعیت نزولی برگرده و پیش بینی میشه که در این کانال باقی بمونه با توجه به میزان ذخایر بالای نفتی امریکا که اعلام شد و همینطور خبری که از اوپک پلاس اعلام شد. سطح برای نفت سطح 56.23 سطح خیلی مهمی، شکستن سطح 56 باعث روند نزولی بیشتر میشه. در مورد یورو یو اس دی، یورو یو اس دی بعد از اینکه مثل عرض کردم خدمتتون روند شد ببین برعکس روند دلار اگه بخوام در نظر بگیریم، یورو یو اس دی امروز اوایل روز برعکس روند دلار که دلار داشت ضعیف‌تر می‌شد یک خورده صعودی بود، اما در نیمه دوم روز با توجه به اینکه دلار برگشت به وضعیت صعودی دوباره وضع در کانال نزولی. الان در چارت‌های یک ساعته، 4 ساعته وضعیت نزولی، در چارت روزانه وضعیت خنثی‌ست. می‌تونیم بگیم یورو یو اس دی فعلا تا زمانی که زیر این سطح 1.11414 معامله میشه وضعیتش نزولی. اگر بتونه کندلای 4 ساعته بیشتری در واقع امروز برگشت زیر این و الان با تو کندل 4 ساعته ما دو تا کندل نزولی داریم که زیر این شاخص بسته شده، این نشان از وضعیت ادامه روند نزولی. ADX هم شاخص ADX هم برای یورو یو اس دی وضعیت نزولی رو داره پیش بینی میکنه. این در مورد یورو یو اس دی. اما در مورد جی بی پی یو اس دی پوند، جی بی پی یو اس دی هم مثل یورو یو اس دی روندشه به خاطر در واقع یک رشد کوچیکی داشت در ابتدای در نیمه اول روز به خاطر ضعف دلار، اما در نیمه دوم روز در پی افزایش ارزش دلار وضعیت نزولی برگشته و الان در چارت یک ساعت نزولی، در چارت 4 ساعت هم همینطور. ما در چارت روزانه اما همچنان وضعیت صعودیه. یورو جی بی پی نمیدونم شما بچه‌ها این تحلیل‌های روزانه که ما در مورد ارزها می‌ذاریم و می‌خونید یا نه، ما روی وبسایت اینجا در هر روز تحلیل داریم درباره ارزها، جفت ارزها که می‌تونید اینا رو بخونید، حالا به جزئیات می‌تونید بخونید، من دلیلش به خاطر همین بگم که وقت زیادی گرفته نشه نمیگم، خیلی خلاصه میگم یورو جی بی پی وضعیتش در چارت 30 دقیقه‌ای، یک ساعته و 4 ساعته خنثی‌ست. در 4 ساعته البته تمایل به روند نزولی بیشتری داره. یو اس دی جی پی وای در چارت یک ساعته با توجه به ارزش دلار، ارزش دلار، یو اس دی جی پی وای هم طور که صبح پیش بینی می‌کردیم به وضعیت نزولی برگشته و در چارت در کوتاه مدت وضعیت پیش بینی میشه براش نزولی باشه. در مورد یورو جی پی بی، در مورد یورو جی بی پی، یورو جی پی وای، یورو جی پی وای هم وضعیت نزولی با توجه به افزایش ارزش USDJPY هم در با توجه به افزایش ارزش ین ژاپن در واقع. یورو جی پی وای هم همینطور با توجه به افزایش ارزش ین ژاپن، یورو جی پی وای هم وضعیت براش نزولی پیش بینی میشه و الان در چارت ها در بند، در تمام چارت ها در وضعیت نزولی، هم یک ساعته هم 4 ساعته. AUD USD هم وضعیتش یورو یو اس
در چارتای 30 دقیقه‌ای و 1 ساعت وضعیت نزولیه، اما در چارتای دراز مدت تر 4 ساعته و روزانه که وقتی میخوام بریم وضعیت همچنان برای AUD/USD وضعیت صعودیه. اما در مورد عرصه‌های مجازی بخوام صحبت کنیم، اصل عرصه‌های مجازی امروز عرصه‌های مجازی هم مثل 2-3 روز گذشته وضعیت خونسا داشتن. عرصه‌های مجازی الان خبر خاصی در مورد این که بتونه اینها رو در واقع بازار رو تغییر بده نداریم. الان 2-3 روز پشت سر هم که وضعیت عرصه‌های مجازی همچنان خونساست. بیت کوین همچنان وضع مقاومت اولش 9500 دلار و حمایت اولش 8500 دلار. ریپ همچنان بالای 29 سنت داره معامله میشه. ریپ در کل در وضعیت خوبیه در چارت دراز مدت که بخوام بریم نگاه کنیم. لایت کوین داره به مقاومت اول 62 میرسه، امروز رسید و نتونست بالاتر از اون مقاومت کنه، اما لایت کوین در کل نسبت به ارزهای دیگه امروز در 2-3 روز گذشته بهتر عمل کرده و الان در وضعیت کاملا صعودی قرار داره در همین چارت 1 ساعته، 4 ساعته و حتی روزانه. احتمال داره اگه به مقاومت اولش در 62 دلار برسه، ادامه روند نزولی براش، روند صعودی براش پیش بینی میشه. این کلیت وضعیت بازار بود. بازم در مورد هر کدوم ارزهای دیگه سوالی داشتید، در مورد نمادهای دیگه سوال داشتید، لطفاً از طریق وبسایت با ما در ارتباط باشید. در هر روزم میتونید تحلیل جفت ارسال با نقاط سطوح مقاومت و حمایتشون که یکی یکی در به صورت جداگانه نوشته شده میتونید در وبسایت بخونید، مثلا در مورد جفت ارسال. پیروز باش شما دگار و تا روز بعد و ویدیو بعد، خدا یارو نگهدار.